gidişimizi mağa, şerab-ı peyrevan, kitab-ı sünnet, hükmü ihtiram edilir. Zafer Sadek-i Rafizi ne bu? Aime Ahl-ı Beyt az İmam Ali ve Üstad-ı İmam Hasan Askeri, yek nefersin Rafizi ne bu da? Yek nefersin de imamat muhtemel ne bu da? Yek nefersin de kolu Emruz Şiye ne bu da? Şerbisin duruğ mu ki? Ya da hem her sizin, eş, ma Vahabiye hepsi de bak. Ma da Vahabiye hepsi nedir? اینها همچنان با قرآن بازی کرده اند که آن بنی قریزیا و بنی قینقایا و اونهایی که با پیغمبر می جنگیدن با کتابهای خودشون بازی کرده بودند. نه این است و نه آن است، سیره نه آن است. اینها با خمس اونها با قلعه سازی و با جنگ داختن بین قوس و خزرج و چیزایی که در همه دنیا هست دیگه، در همه تاریخ. الان دوست شما که نوکران ولایت فقیه در اختیار نگرفت عراق نگره بازیه تاریخی همینه. و بشارت های رسول الله پیغمبر اسلام بود اونها رو تحریف میکرد. ناغا نه اینجوریه، اینجوریه عام داره، خاص داره، نصف داره، منصوب داره، نمیدونم این معنیش اینه، این معنیش اینه. حرف چارت اخخامو در تورات اصلی و تورات ترجیح میدادن، همچنان که امروز حرف مراجع ابلیسی در قرآن در نزد پیروانشون ارجحیت داره. آقا ما قرآن نمیفهمیم، ما قرآن نمیفهمیم، این چه حرفی؟ ما پول میدیم به آقا، آقا نوشش میکنه. پول میدیم به آقا، ما فنجان میزنیم برای آقا، سجده میکنیم برای آقا. آقا میدونی اینا خرن، چرا سوارشون نشن؟ درست اینا خوبه شیخ مدرسه گفت به ماراش هر که میشود خر ایشوند سوارش، لیکن هم خر و هم سواری شد در روز قیامت محاسب میکنن. اما اینا که اعتقادی به قیامت اگه میداشتن که اقرار نمیکردن. یه مش باطنی مذهب شاید شاید پنج سال طول بکشه تا این جمله باطنی مذهب فهمیده بشه یعنی چی. چه کتاب خوبی نوشته امام غزالی، رسوایی های باطنیه. جوابش میدونی چی بود؟ چاقو به رسادن نگه ساکت میشی میشی و اینه ولی ترورت میکنه. حجت قوی رو نگاه کن، آقا حجت رافضی رو نگاه کن، چاقو خرجش کمتره. ترور و در زکات چیکار میکردن؟ گیره میتراشیدن، درست مثل خمس شیعیان امروز. به وقتی میگم شیعیان، مدعیان تشیع زکات زدن کنار. الان 90% جامعه شیعی ما، برادران شیعی ما نمیدونن زکات چیه. زکات بکنم اهمیت نداره، خمس اینقدر که جیب آخون درازه، نه پر نمیشه. میاد آقا دستشون میبوسه، پاش هم میبوسه، بهش پول میده. این بازی بدیه مگه چجوری بوده؟ مگه آخونده های مسیحی با دین خود چطوری بازی کردن؟ آخونده یهودی با دین خود چطوری بازی میکردن؟ چه میکنند الان؟ اونا هم همینطور، اونا هم سایه اونها. ولی اگر راست میگن، هم خاخام، هم کشیش، هم آخونده ابلیسی مده یه تشایی وقت تو تلویزون تا نشون بده چطوری با دینشون بازی کردن. هیچ کدومشون نمیان، هیچ کدومشون نمیان، میدن با میگرن. کدوم بازیگر میخواد خودش رو رسوا بکنه؟ اما مردم، ای مردم محترم، ای یهودی محترم، ای مسیحی محترم، ای شیعه محترم، ای مسلمانان جهان، ای بشر، ای انسان ها، چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیه بی هنر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیش کن، همز رای و مغز خود را پیش کن. آدم خودش باید بشنوه، خودش باید بفهمه. نه آقا من چی میفهمم؟ من خاخان تقلید میکنم، من از کشیش تقلید میکنم، من از مرجع تقلید میکنم. خب دنیا همین میشه که میبینی تقلید میکنی، ببین کجا میبرنه. آقا بلند میشه خانمی رو سجده میکنه،
آخر قبلی سجده میکنه. مقلد که هیچی اون که اصلا با سجدهش افتخار میکنه. نمیدونه که کفره. الفبای دین رو نمیدونه. روح آزادگی رو نکشیده. نمیدونه چیه. سنجر زدن. پس این بازی ها یک یادجانی بیهوده نیست که اولا اتراشتن هر موقع مسلمان ها زید شدن اینا رو علم کردن. جای اسلام اصلی، اسلام راستی، اسلام اهل بیت. ولی اسلام اهل بیت چی؟ اهل بیت آل حسن یا اهل بیت یزید یا اهل بیت ابو لولو. نه خیر آقا، فعلا امام زمان ما حضرت آیت الله بوش درو میفرستید. عملا اینه دیگه. عملا اینه. مگه ساهران فرعون کتاب سینوه پزشک مخصوص فرعون بخونید؟ اینم خمینیه. اینم خامنه‌ایه. حالا بخونیم. ما امت اقرا قرائت نمی کنه. امت بخوان نمی خانه. مشکل اینجاست. امتی که کتابش با خوندن شروع میشه. نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت. به غمزه استاد صد معلم شد. و این کتاب و رفقات بازی می کردن مثل خمس سالان. اینا بازیه. یعنی چی؟ یعنی تمام بدعت هایی که به نام دین تراشیده میشه و اون کتاب نگفته عبادت های من در آوردی بازی سیاسیه. چه در تورات باشه، چه در انجیل باشه، چه در قرآن باشه. این مشکل همین مشکل میتونه، همین جمله میتونه مشکل سه دین حل بکنه، مشکل بشریت حل بکنه. دینداران میگم، دین باوران میگم. برای که حرف اصلی موسی و عیسی محمد یکیه علیه السلام جمیعا. حرف اصلیشون یکیه. اینا چکار میکردن؟ هیچی رو تراشی میکردن، قرآن شرعی درست میکردن. بعدم به جای آیاتی که پیغمبران بهشون داده بود، به جای عبادت های شرعی هیچ جشنها درست میکردن. ما جشن وفات جشن مو قبر فلان، قبر قدیس، قبر خاخام، قبر فلان، این معصومه، اون معصومه، این شفا میده، اون مرض میده. مردم دیوانه کردن. امروز ولاد فقیه ماشاءالله به بهترین شکلی نیابت رو انجام میده. نائب یا نائب بر حقه، لیکن نائب کی؟ خودتون میدونید. به غیر نائبه. تمام این کارا رو آن که خوبان همه آن که بدان همه دارن ایشان تنها دارن. لذا آئین حقه حقا و وقتی این کارا رو کردن دلهاشون سیاه شد. و وقتی که دل انسان سیاه میشه انسان نمیتونه از امر پروردگارش اطاعت کنه. یعنی چی بابا؟ وضوع بدون علی آبه. وضوع علیه. دین علیه. همیشه شد علی. اونجا دین همه شد آل هارون. اونجا دین همه شد عیسا. خب اینا که خودشون در مقابل خداون هیچ چی نیستن. تمام اینهاشون رو میپراسید از شکم مادر آمدن بیرون. چرا اهانت میکنی؟ امام شکم مادر میاد بیرون. امام نوره. امام اصلا رواست اینها مرفوعش بوی مشک میده. نه همه شواهد هاست ها. اصلا زمین میبردش. سایه نداره. اینجوری مردم مسخره کردن. عقل مردم مسخره کردن. عبادت من در آوردی اینه. وقتی انسان اینجوری متدینه میشه دیگه اوامر درست الهی براش بیمزه میشه. آقا یعنی چه حضور بگیه نماز بکنه چیه؟ حیدر حیدر، حسین حسین، فاطمه فاطمه، زینب زینب. هندلزان